أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الحي القيوم وأتوب إليه. سلام علیکم جمیعا و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. الحمد لله على حلمه بعد علمه والحمد لله على عفوه بعد قدرته والحمد لله على طول عناته في غضبه وهو قادر على ما يريد. الحمد لله خالق الخلق باسط الرزق فالق الإصباح ديان يوم الدين. اللهم صل وسلم على حبيبك ونجيبك وصفيك وخيرتك في خلقك حافظ سرك ومبلغ رسالاتك بشير رحمتك ونذير نقمتك سيدنا وحبيبنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على جميع الأنبياء والمرسلين وصل على جميع الشهداء والصالحين وصل على أئمة المسلمين وهماة المستضعفين وهداة المسلمين. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. خداوند علی علا را بر توفیق حضور در مراسم نماز جمعه سپاسگزاری میکنم، خودم که از همه بیشتر نیازمندم، همه شرکت کنندگان خواهران و برادران را به رعایت تقوا پروا پیشه کردن سفارش میکنم. صدیقه طاهره زهرای مرضیه سلام الله علیها در یکی از سخنانش و در یکی از خطابهایش می فرماید: فی خطبت لها اتق الله حق تقاته. از خدا پروا کنید، آنگونه که شایسته پروا کردن از خداست. ولا تموتن الا و انتم مسلمون. هنگام مرگ جز مسلمان از دنیا نروید. و اطیع الله فیما امرکم به. اوامر خدا را اطاعت کنید. و ما نهاکم عن، اون چرا خدا نهی کرده از او بپرهیزید. فانه انما یخشى الله من عباده العلماء. صدیقه طاهره زهرای مرضیه در این عبارات که بیان از باطن قرآن است می‌فرماید: فقط انسان‌هایی که آگاه هستند و عالم به معنای واقعی هستند، اونها از خدا پروا می‌کنند. انما یخشى الله من عباده العلماء. و در حقیقت بی به این مقوله توجه میکنن و ما را جهت میدهن که المتقی عالم، عالم واقعی کسی است که تقوا دارد و پروا دارد. امیدواریم که این سفارش خداوند، سفارش همه انبیا اولیای الهی، سفارش حبیبه خدا صدیقه طاهره زهرای مرضیه سلام الله علیها همیشه آویز قلب و جان و دل من باشد و در هر لحظه با
نگاه به این سفارش و تکیه به این راه هدایت و سعادت در مقابل خطرات و زیانها و آسیبها و هواهای نفس بتوانیم خودمون را حراست و حفاظت کنیم. خطبه اول بحث زندگی با توضیح بیشتر و با جوانب دیگری که در زندگی ضرورت است و اونها توجه داشته باشیم بحث ادامه پیدا می کند و خطبه دوم امروز روز 28 ماه جمادی الاولاست، فردا شنبه 29 و آخر ماه جمادی الاولاست، روز یک شنبه آغاز ماه جمادی الثانی است و روز سوم جمادی الثانی به روایت 95 روز روز شهادت زهرای مرضیه سلام الله علیها است. به همین دلیل در مناسبت این هفته بحثمان بیشتر از صحبت‌ها و از راهکارهای این معلمه الهی و این شخصیتی که به جایگاه رسید که پیامبر خدا رضایت خودش و بالاتر رضای خدا را به رضای او گره زد و وابسته می بیان کرد، اگرچه مسائل مربوط به مسائل جاری کشورمان از موضوعات است که در خطبه دوم با اونها خواهیم پرداخت. عرض کردم که خداوند در قرآن می فرماید و جعلنا من الماء کل شیء حیا، ما زندگی هر موجودی را، هر چیزی را، نه تنها انسان را در آب قرار دادیم. خب زندگی فیزیکی ما، زندگی جسمی ما، زندگی همه موجودات در ظاهر در کالبد یک عضو از طبیعت به آب گره خورده. اگر شنیده باشین که حتما شنیده این و دقت دارین، 60% یا فیصد بدن موجودات مخصوصا انسانها حیوانات آب است. بخش عظیم از نیاز انسانها و موجودات آب است، اما آب بخشی از زندگی است. زندگی فیزیکی است، زندگی طبیعی به آب گره خورده. ما برای زندگی نیاز به چیزهای دیگری هم داریم تا زندگی ما انسانی شود، زندگی آرمانی شود، زندگی که مؤثر باشیم و مفید باشیم و عزتمند و آبرومند زندگی کنیم و آیندگان به خاطر روشها و منشهایی که داریم تا تاریخ و تا حیات ادامه دارد به زندگی ما تحسین کنن و به ماها درود و رحمت و در واقع تحیت بفرستن. گاهی است که زندگی از نظر فیزیک، از نظر ظاهر آماده است اما باطن نداره. من امروز بیشتر به این مقوله ها می پردازم. بهتر است همون گونه که اصل زندگی را از قرآن در محضر شما عزیزان مطرح کردم، زندگی آرمانی را هم از منظر قرآن دنبال کنیم. پیامبر بزرگوار اسلام درباره علم عباراتی دارند، درباره آگاهی سخنانی دارند که نمی شود اینها را نفهمیم و یک زندگی انسانی و اسلامی و زندگی که قرآن او زندگی را برای انسانها به ارمغان آورده او زندگی را داشته باشیم. خدا به پیغمبر می فرماید پیغمبر ما به مردم بگو، قل
هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. پیامبر بگو آیا آنهایی که میدانند آگاه هستند با آنهایی که نمیدانند برابرند؟ این یک سوال است، یک سوالی که همه انسان‌ها باید به وجدان خودشان مراجعه کنند و پاسخ بدن. نه، آنهایی که میدانند با آنهایی که نمیدانند اینها برابر نیستند. انما یتذکر اولو الالباب، تنها خردمندان پند میپذیرند. جامعه‌ای که از علم، از روشنی، از آگاهی سهمی ندارد، دستاورد ندارد، سرمایه ندارد، این انسان و این جامعه سهم کمی از زندگی دارد، زندگیش به سختی می‌گذرد. میزان درآمد سرانش پایین است، میزان رشد و پیشرفتش به مراتب نسبت به کسانی که از عمق و از ژرفای آگاهی بهره‌مند است و مراتب پایین‌تر است، قابل مقایسه نیست. لذا قرآن با این بیان انسانها را به محکمه وجدان جهت می‌دهد و رهنمون می‌شود. وقتی حضرت خلیل بودها را شکست، این آیات قرآن است، اون تبر را به گردن بت بزرگ آویزان کرد. وقتی بت پرستان آمدن سوال کردن این کار را کی کرده؟ خودشان رفته بودن تفریح و خوشگذرانی، بعد با هم صحبت کردن، گفتن جوانی که اسمش ابراهیم است اون شعار مخالفت با خدایان ما را میداد، او را بروین احضار کنین. رفتن ابراهیم را آوردن، از ابراهیم سوال کردم، به محکمه کشاندن، تو این کارا را انجام دادی؟ حضرت انکار نکرد، فرمود که از بزرگشان سوال کنین. چرا از من میپرسین؟ همه سرها به زیر افتاد. گفتم که او که نمیتونه حرف بزنه. خلیل الهی فرمود اگر نمیتواند حرف بزند چگونه شما از موجودی که نفع و ضرری نمیتواند به کسی برساند از او تبعیت میکنین؟ همه وجدانهای خوابیده را با این حرکت به سمت بیداری و هوشیاری رهبری کرد. قرآن به ما خط میدهد و تعیین مسیر میکند. جامعه روشن و جامعه تاریک قابل مقایسه نیست. من وارد تبیین این حقیقت شوم. پیامبر بزرگوار اسلام میفرمایند العلم حیات، علم زندگی است. زندگی تنها به خوردن نیست. درسته آب بالاترین ارزش را در زندگی داره، که امام صادق فرمودند هر موجود زنده ای را آب برسانی، هر جگر تفتیده ای را آب رسانی کنی، پاداش دارد. لکل کبد هر اجر. اما او فقط زندگی فیزیکی را تأمین می کند. ما در کنار زندگی فیزیکی به اخلاق نیاز داریم. قوم که گشت فاقد اخلاق، این قوم قوم مرده است. قوم زنده، قوم با غیرت، مردم که از همه مرزها و از همه دستاوردها و سرمایه‌هاشان میتوانند حمایت و حراست کنند، جامعه بیدار و هوشیار است. پیغمبر فرمود العلم، علم حیاتون، زندگی است. جای دیگر فرمود علم حیات دل است.
میدونین قلب اگر کار نکنه بدن از کار میفته، همون گونه که مغز اگر فعالیت نداشته باشه دیگه حیات فیزیکی ما به پایان رسیده. اما این جسم که با تپیدن قلب حرکت میکند، کار انجام میدهد، اگر علم نباشد این قلب مرده است. العلم حیات القلوب، علم است که دلها را زنده نگه می دارد. و نور الابصار، این چشم الان می بینه، اما اگر علم نداشته باشه خیلی از حقایق نمی بینه. امروز ما می بینیم خیلی ها حقیقتها را نمی بینن. در فضای بزرگ جهان خیلی از واقعیت ها را نادیده می گیرن. چرا؟ چون از اون تجهیزات که باید آینده را ببینن، عزت را در فراروی بشر و کشور نگاه کنن، از اون محرومن. لذا پیغمبر فرمود نور الابصار، علم نور دیدگان است. و قوت الابدان، یک انسانی که آگاه است در هر عرصه، اگر پزشک است از نیرو و قدرت بالایی برخوردار است، اگر عالم است، روحانی است، وقتی آگاهی بالا دارد از قدرت بالا برخوردار است، اگر تخصص در هوا و فضا دارد، اگر تخصص در صنعت های که بشر و او نیاز دارد، در هر یکی از این رشته ها دارد، این انسان انسان قوی است. پس علم زندگی ها را بهتر می کند، شگوفاتر می کند، دوست داشتنی تر می کند. تنها با ثروت و با قدرت ما نمی توانیم یک زندگی عالی و متعالی و مورد توجه و مورد تعامل دنیا و جهان را بتوانیم به دست بیاوریم. امید است که در همه عرصه ها باید توجه داشته باشیم. این روایت و سخن هم در سخنان صدیقه طاهره سلام الله علیها وجود داره و هم آیه قرآن است. من ایرم بگم و خیلی بحث خطبه اول را طولانی نکنم. عزیزان خواندن قرآن کتاب زندگی است. میفرماید اگر کسی به ناحق کسی رو کشت، شما قاتل را بکشین. این کشتن قاتل باعث می شود زندگی ها ماندگار شود. اگر قاتل قصاص نشود، مجازات نشود، نفر دوم می کشه، نفر سوم می کشه، نفر چهارم از کشتن بسنده نمی کند. قرآن می فرماید ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب، صاحبان فکر، صاحبان خرد، در قصاص زندگی است. زهرای مرضیه در خطابه که ایراد کردن فی خطبت لها فرض الله القصاص حقنا للدماء، چقدر خون انسانها محترم است، خون انسانها چقدر با ارزش است. بی بی فرمودن خداوند قصاص را برای حفظ خونها در نظر گرفت. ما باید همه ابعاد زندگی را توجه داشته باشیم. بحث امنیت، بحث آموزش و پرورش و تربیت، بحث صحت و سلامت، بحث حقوق و وجائب و مکلفیات که تکالیفی که دولت و ملت در قبال همدیگه دارد، زندگی با همه این ها زیبا می شود. و الا اگر غذایی به ما داده شود، آبی به ما رسانده شود، مسکنی داشته باشیم، از بقیه مواهب الهی بی بهره باشیم،
زندگی اونچنانه که باید شیرین نیست. امیدواریم با نگاه عمیق به قرآن، با نگاه عمیق و با هدف به راهنمایی های پیامبر، خوبی ها، مهربانی ها که فرمودن پیغمبر الگوی زیبای شما است، همه جوانب زندگی را مد نظر قرار بدهیم و یک جامعه در کنار جوامع کلان دنیا با همه افتخارات، با همه سربلندی ها، با همه نیازهایی که داریم، استوار و با عزت و فعال و پویا و بانشاد قرار بگیریم. خدایا همه حوائجمان به احترام این لحظه و این مجلس، لحظات استجابت دعا، حضور عزیزان در مرکز ذکر و یاد تو، خدایا حوائج همه ما در رأس حوائج، حوائج امام زمان برآورده به خیر بگردان. عزیزانی که با حضورشان صحنه نماز جمعه این عزت و اقتدار و سربلندی اسلام را یاری میکنند، به توفیقاتشان بیفزا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله، الصلاة والسلام على محمد رسول الله. وعلى علي امير المؤمنين وعلى الصديقة الطاهرة وعلى الحسن والحسين وعلي ابن الحسين ومحمد ابن علي وجعفر ابن محمد وموسى ابن جعفر وعلي ابن موسى ومحمد ابن علي وعلي ابن محمد والحسن ابن علي والحجة الخلف الصالح أئمة المؤمنين. بار دیگر خودم و همه شما عزیزان را بر آیت تقوا پروا پیشه کردن سفارش میکنم. نماز جمعه همون گونه که باور داریم و در قرآن هم سوره به نام جمعه داریم که با استفاده از آیات این سوره، این سوره سوره جمعه نامگذاری شد که در همه سوره ها سبق همین است. خداوند می‌فرماید با شنیدن اذان نماز جمعه، اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فاسعوا الى ذکر الله، با تلاش، با کوشش خودت را به این ذکر و به این محفل و مجلس برسان. فاسعوا الى ذکر الله، این نماز که به حج فقرا نامگذاری شده و تعریف شده و کسی که بدون عذر در این نماز شرکت نکنه، روایات در نکوهش او وارد شده، مسئولیت های سنگینی دارد، چون قانون است هر کس و هر چیز منفعت را میبرد باید خسارت را هم بپذیرد. اگر این همه ثواب در نماز جمعه هست، در کنارش مسئولیت های کلان و برنامه های بزرگ برای خدمت به جامعه در این برنامه در واقع قرار داده شده
به عنوان وظیفه. لذا باید موضوعات که لازم است با مردم شریک شود و مردم در جریان قرار بگیرد و راهکاری برای او داشته باشد، این موضوعات مطرح شود. من دو سه تا نکته را قبل از اون که از زهرای مرضیه سلام الله علیها یاد کنم مطرح میکنم. در همین روزهای گذشته، دیروز اول ماه جدی یا روز قبل دیگه، من الان حضور ذهن ندارم، یه مجلسی، یک نشستی در کابل بود که نمایندگان از چهره ها و بزرگان اهل تشیع تحت عنوان یک کمیسیون با مسئولین امارت اسلامی نشستی داشتن. در این جلسه معاون سیاسی ریاست الوزراء در دیداری که با چهره های اهل تشیع داشت به این نکته اشاره کردند و از دو طرف صحبت شد که ما به هیچ دشمنی و به هیچ، به اصطلاح، فردی جریان اجازه نمی دهیم که اختلاف و تفرقه را بین جامعه ما، جامعه اسلامی افغانستان، با اسم و با عناوین تبلیغ کنند و ترویج کنند که حقیقتاً این یکی از افتخارات است و ما باید وحدت و همدلی و همفکری را به عنوان سرمشق عزتمان مثل همیشه پاس بداریم که هر لحظه ما به این وحدت بیش از گذشته ها نیازمندیم و الحمدلله این مرحله را با همین سرمایه وحدت و همدلی پشت سر گذاشتیم. ایشان در صحبت ها گفتن که ما به همه ساکنان سرزمین احترام قائلیم و همه حق حضور در حکومت و در اداره کشور دارن. بعد گفتن نمایندگان تمام اقوام به سطح بلند و پایین در حکومت خدمت میکنن. انشالله که این قضایا با صحت و با سلامت پیگیری و انشالله نهادی نشود، بر اساس لیاقت، نه به عنوان سمبول، به عنوان این که دهان کسی را ببندیم. این گونه برنامه ها ادامه پیدا بکند که یقینا آسیب داره. تجربه های گذشته نشان داد. در این حال از این گونه جلسات حمایت میکنیم و از این گونه برخوردها ما قدردانی میکنیم. نمایندگان کمیسیون اهل تشیع اونها هم صحبت هایی کردن که یقینا این صحبت ها را شما شنیدین. منتها با تجربه ای که دارم عرض میکنم، همیشه باید موضع و در واقع خواسته های اهل تشیع از زبان علما، نم علمایی که ادعا میکنند، یعنی از آگاهان مورد اعتماد و تکیه ملت، همون واقعیتی را که ما امروز در قالب مرجعیت داریم و کسانی که در مسیر مرجعیت قرار دارن، چون ملت تشیع در غیبت امام زمان که الان صلوات بلند بفرستیم. از مجتهد جامع الشرائط پیروی میکنن، یعنی هر قضیه ای، اینا خوب است همه مردم بدانن، در هر مسئله پیش میایه مردم ما مقلدن، حالا از هر مجتهدی مهم نیست، آزادن در انتخاب مجتهد. علا کل حال باید خواسته ها و در واقع دیدگاه های اهل تشیع از زبان علما و کسانی که مردم به اونا اعتماد کامل دارن شنیده شود. این یک مسئله بود که لازم دانستم اینجا مطرح کنم. مسئله مهم که همه در جریان هستین، مسئله مسدود شدن دانشگاه ها به
روی دختران و فرزندان خواهر ما، یعنی نسل که از فرزندان دختر ما در این کشور زندگی میکنن، طبق اطلاع و گزارشی که سرپرست وزارت تحصیلات عالی امارت اسلامی گزارش کردن، فعلا تحصیل دختران در دانشگاه ها تعلیق شده. در صحبتی که از آدرس سرپرست وزارت تحصیلات عالی امارت اسلامی به مردم داده شد، چهار دلیل برای تعلیق، یعنی فعلا دانشگاه ها حق استفاده برای خواهران نیست و معلق است که آینده چه تصمیمی گرفته می شود. چند تا دلیل آوردن، من هم این صحبت ها را به دوستان گزارش کرده باشم، نوعی از همکاری است و هم به عنوان یک جمعیت کلان و یک ایده و یک مفکوره در قبال این جریان های بزرگ و سرنوشت ساز جامعه باید حرف داشته باشیم و تر داشته باشیم. اینها گفتن، آقای مولوی ندا محمد ندیم در صحبت ها گفتن چند دلیل، چهار دلیل باعث شد که دانشگاه ها تعلیق شود و فعلا استفاده نشود. یک، رفت و آمد دخترها از فاصله های دور بدون محرم. خب این یک دلیل است که دخترها از نقطه شهر بلند میشن به یک نقطه دیگری میرن دانشگاه، محرم ندارن، یا ممکن است از شهری به شهر دیگری، از ولسوالی، از قریه‌ای به شهری به دانشگاهی بروند. مسئله دوم، عدم رعایت حجاب. چون دخترها حجابشان را رعایت نمی کنند، لذا دانشگاه ها باید تعلیق شود. سه، ادامه اختلاط میان دانشجویان. اختلاط یعنی در کلاس های درس، خب دختر و پسر کنار هم می نشینند، در یک سن شرکت می کنند، یک استاد تدریس می کنند. سه تا، و همینطوری خدمت شما عرض شه که در برخی از دانشگاه ها نصاب درسی و در کلاس های مثل انجینری و زراعت خواهرها شرکت می کنند که به گفته ایشان با عزت و وقار آنها مساعد نیست. یعنی برداشته که من از این عبارت دارم، بعضی رشته های تحصیلی مناسب دخترها نیست. حالا مثلا یه خانوم شاید نظر ایشانی باشه که بره مثلا قابله بشه یا دکتر بشه یا یک رشته‌ای که مناسب با همون به اصطلاح خانوم است. اینها دلیل هایی است که خلاصه گفتن دانشگاه تعلیق میشه. بعد وعده سپردن که مطابق شریعت اسلامی ما متعهد به تحصیل دختران می باشیم. یک نکته ای هم در اینجا اضافه کردن، گفتن که از کشورهای خارجی درخواست می شود که در امور داخلی افغانستان مداخله نکنن، یعنی در این موضوعات صحبت نشه. بعضی از نکاتی را که اینجا مطرح شده، نه بعضیش، همش باید تحلیل بشه. خب اینی که یک دختر حجابش رعایت نمی کنه، خب شاید 5% دخترها حجاب رعایت نکنن، 10% دخترها حجاب رعایت نکنن. قرآن می فرماید ولا تزر وازره وزر اخرى، گناه کسی را کسی دیگری نمی تونه به عهده بگیره. ما از اول گفتیم، نه الان، در دولت‌های واقعا که در همین آدرس، از همین آدرس صحبت ها کردیم، تهدید شدیم. او زمان گفتیم آقا اختلاط بین دختر و پسر حرامه، دانشگاه باید محل امنی باشه، مکتب باید محل امنی باشه، باید حجاب نهادی نکنیم. من یک روزی در یکی از حکومت‌های قبل بود، خارجی‌ها یک جلسه برگزار کرده بودن برای خواهرها، من رفتم مزار شریف در یکی از هتل‌ها، سلام نیست نام ببرم، خیلی اصرار کردم، رفتم خانم‌ها همه بی حجابن، 20 دقیقه براشان
وقت داده بودم. 5 دقیقه اول حجابشان خیلی به هم ریخته بود، دقیقه ششم دیدم همه چادرها را کشیدن جلو. 7-8 دقیقه صحبت ادامه پیدا کرد، دیدم این چادرهایی بالاخره که داشتم اکثرا آمد روی موها را پوشان. تا آخر جلسه دیدم خیلی تغییرات آمد. یک جلسه، ما باید دخترانمان، ما باید فرزندانمان باورمند به حجاب کنیم. حجاب عزت ماست، حجاب باور ماست. ای زن به تو از فاطمه این گونه خطاب است، ارزنده ترین زینت زن حفظ حجاب است. حجاب باید تربیت کنیم. و نمیشه به خاطر آیا به صلاح است، آیا عاقلانه است، آیا خردمندانه است ما برای بی حجابی، حالا بگیم یک جمع زیادی همه دخترانمان از تحصیلات عالی محروم بکنیم، فردا اگر همسر ما نیازه به مامان و قابله داشت و جراداش، باید بریم پیش مرد نامحرم جراحی کنیم؟ یکی با تدبیر نمی سازه، یکی با دولتداری نمی سازه. بحث اینه که از راه دور می آیند. آخه قرار بر این است که کشور کشور امنی باشد. قرار بر این نیست که دزدان رهزن به ناموس ما چشم بدوزن. امنیت واقعی آن است که دختر مردم، زن مردم در مسیرها با آسایش، با طمأنینه، با خاطر جمعی رفت آمد کنه. ای که نمیشه یک انسان مثل چوپان پشت سر ناموسش را بره. پس حکومت چه کار میکنه؟ پس اخلاق چه کار میکنه؟ پس قرآن چه تأثیری کرده؟ بیاییم دردها رو درمان کنیم، بیاییم از اهلش استفاده کنیم. من اگر پشت تریبون نماز جمعه میگم بیاییم زهرا رو بشناسیم، خب اینا یک باوره، یک راهکاره. انشالله زمانی که مهدی ظهور بکنه از شرق تا غرب عالم یک زن میره. کسی بهش نگاه نمی کنه. باید یک فکری جهانی، یک فکری که دنیا به او نگاه بکنه، به عنوان فکر اسلام او را دنبال کنیم. همه اینها قابل حله، اینا قابل مدیریت است. مسائل دیگری خیلی خوب، رشته های دلبخا برای خواهرها، رشته هایی که بیشتر علاقه مندن اونا را جور کنیم. من یک وقتی رفتم به دانشگاه، شاید 15 سال قبل بود، به احترامی به قرآن شده بود در همین دانشگاه بلخ، یادم وقتی صحبت کردیم دانشجوها همه آمدن، گفتم آقا راه حلش اینه، ما یک رشته علوم قرآنی را در دانشگاه اینجا را اندازی کنیم تا دختران ما، پسران ما در مقابل کسانی که به قرآن دهنکجی میکنن اینها مجهز باشن، جواب بدن. فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، از آگاهان سوال کنین اگر نمیفهمین. راکار اینه. ما امیدواریم که ای وعده ای که داده شده مسئله تعلیق انشالله تا اطلاع ثانوی با استفاده از فکر، از شور، از مشورت و شاورهم فی الامر، البته باید با کسای مشوره کنن که از خودشان بهتر می فهمن. باید اینا را بزرگ بدانن، دست نیاز دراز کنن و الا کار پیش نمیره. اینی که بگیم آقا کشورها به ما حرف نزنه، خیلی خوب، مگه میشه؟ عربستان سعودی یک اطلاعیه داد،
در قبال همین قضیه وزارت امور خارجه عربستان سعودی روز چهارشنبه 30 قوس از امارت اسلامی خواست که تصمیم خود در مورد ممنوعیت تحصیلات عالی زنان را لغو کنند. طبیعیه. آخه یک مجموعه ای از کشورهای اسلامی نمیشه با امور بعض کشورها صحبت نکنند. دهان کسی که نمیشه بسته کرد، میشه؟ نمیشه. اینا گفتن تحصیل مهمترین حق زنان افغان است که به امنیت و ثبات و توسعه و رفاه افغانستان و مردم آن کمک میکنن. و همینطور واکنش خدمت شما عرض میشه که سایر نهادهایی که در افغانستان و در خارج هستن خدمت شما عرض میشه در قبال قضیه جدی است. ما هم حقیقتا از دو تا خبر احساس خستگی میکنم، هم تعلیق دانشگاه ها جلب دخترها و مخصوصا اینی که مکاتب از صنف 6 به بالا که در ولایت بلخ تا هنوز با مشکل برنخورده بود جدیدن اینم خلاصه طبق گزارشاتی که داریم مانع شده. امیدوارم که هر دو قضیه نه از باب خلاصه احساسات، از باب دلسوزی، از باب این که به کشورم، به مردمم، به حکومت و به مسئولین محبت دارم، احساس وظیفه میکنم، صدا بلند میکنم و حرف میزنم و تحلیل میکنم، اینها را بشینیم اون چرا که به صلاح کشور و مردم است او را دنبال بکنیم. کس به ما کمک نمیکنه جز ملت افغانستان خودشان با مسئولین مشکل حل بکنن. به سهم خودم با این ملت که الحمدلله حرف شنوی دارن از همین آدرس اعلام میکنم برای برنامه ریزی و مدیریت برای حل مشکلات آماده خدمت و کمک با دولت و با مسئولین هستیم. خب من 2-3 نکته در پایان عرایزم از شخصیت زهرای مرضیه سلام الله علیها عرض بکنم. جلسه رو و نماز جمعه و خطبه ها رو خیلی خلاصه طولانی نکنم. ما چرا از زهرای مرضیه باید حرف بزنیم؟ پیغمبر به زهرا فرمود یا فاطمه. راوی این روایت علی علیه السلام است. می فرماید پیغمبر به زهرا فرمود یا فاطمه من صلا علیکه، کسی که به تو درود بفرستد غفر الله له، خداوند گناهان اون انسان را می آمرزد و اون انسان را در هر جای بهشت من باشم به من ملحق می کند و الحقه بی ایسو کنتو من الجنه. چرا یه حرف پیغمبر میزنه؟ برای که ما زهرا را بشناسیم. ما در روایات داریم تسبیحات حضرت زهرا ثوابش از 1000 رکعت نماز مستحبی بالاتره. میدونین برای چی؟ برای که ما زهرا شناس بشیم. حالا زهرا چه کار میکنه؟ اجازه بدین من یک روایت از یک ماجرا و یک جریان را از بیبی سلام الله علیها برای شما بخوانم. خودتان انشالله آماده هستین و فیض میبرین. بعد اون لحظات آخر عمر بی بی که در آستانه خلاصه این مصیبت و سوگواری هستیم اونم خیلی کوتاه براتان تشریح میکنم. پیغمبر وقتی از دنیا رفت رحلت کرد 27 رجب در کتاب معجم کبیر از ابن مسعود یکی از اصحاب پیغمبر، همون کسی که پیغمبر بهش میگفت که ابن مسعود برام قرآن بخوان، عبدالله ابن مسعود، او میگفت یا رسول الله قرآن به شما نازل شده، به سینه شما نازل شده، من برای شما قرآن بخوانم؟ حضرت میفرمود بخوان، در شنیدن تأثیری است که در دانستن نیست. لذا حضرت وقتی صدای خواندن ابن مسعود میشنید تلاوت قرآنش عشق میریخت. عبدالله ابن مسعود میگوید که بعد از رحلت پیغمبر ان ابن مسعود اینجا ارجرون الى فاطمه، یک زن آمد پیش حضرت زهرا گفت یا بنت رسول الله، دختر پیغمبر،
آیا یک حدیثی سخنی بیواسطه از پیغمبر پیشید هست؟ هل ترک رسول الله اندکه شیئا تطرفینیه؟ میشه او را به من هدیه بده؟ او سخن خودت که از پیغمبر بیواسطه شنیده باشی؟ بی بی سلام الله علیها به اون خانومی که در خانه بی بی بود کار میکرد بهش گفت که برو اون نوشته را بیار، جریده یعنی نوشته، هات تلک الجریده، برو اون نوشته را بیار. اون خانم کارگر هرچی گشت نوشته را پیدا نکرد، فطلبت ها فلم تجد ها، گشت و پیدا نکرد. بی بی فرمود پیدا کرده؟ گفت نه. بی بی فرمود که تلاش کن پیدا بکنی، اون نوشته به اندازه حسن و حسین پیش من ارزش داره. حواسمون جمع باشه. بی بی چی میگه؟ فرمود که اطلبی ها فا اینها تعدل و اندی حسنن و حسینا. این خانمم دقت کرد و گشت پیدا کرد. حالا این نوشته چیه که بی بی میفرماید به اندازه حسن و حسین پیش ما ارزش داره؟ بعد نوشته که پیدا شد داخلش این نوشته بود: قال محمد اینا مطالب است که بی بی به این کسی که آمده ازش درخواست کرده داره گزارش میکنه. پیغمبر فرمود از مؤمنان نیست. چقدر آیه داریم در قرآن برای مؤمن؟ سوره مؤمنون فرمود از مؤمنان نیست آن که همسایه‌اش از شر او در امان نباشد. ما اسلام رو باید کامل بشناسیم. لیس من المؤمنین من لم یامن جاره بوائقه. در ادامه فرمود هر کس به خدا و روز قیامت ایمان دارد باید مهمانش را گرامی بدارد. فلیکرم ضیفه. حالا انواع مهمان ها، من امروز در جلسه ای که صبح برای حضرت زهرا داشتم، یه جلسه خوبی هم بود، این عبارت خوندم. حالا اینجا دیگه شما اهل معرفت، این روز جمعه روزی است که خلاصه زیارت آقای امام زمانه، میگیم هاذا یوم الجمعه و هو یومک، روز جمعه روزی توی، در این روز ما انتظار داریم تو ظهور بکنی. بعد میگیم آقا جان روز جمعه ما مهمان تو هستیم. انواع مهمانی داریم. فرمود که پیغمبر فرمود هر کس به روز قیامت و خدا باور داره مهمانش احترام بکنه. فرمودن هر کس به روز قیامت و خدا باور دارد باید سخن نیک بر زبان آورد. حرف میزنه مفید باشه، اگر سخن نیک نمیتواند بزند بهتر از سکوت کند. بعد فرمود که پیغمبر فرموده خداوند انسان بخیل، یکی از بدترین مرضها بخل است، و درخواست کننده اصرار کننده را دوست ندارد. ان الله یبغض، خداوند دشمن می‌دارد کسی را که بخیل است، کسی را که اهل فحش است، کسی را که بد زبان است. اینها را خدا دشمن می‌داره. خدا دوست داره انسان با حیا را، مرد زن هر که باشه. فرمود ان الحیا من الایمان، حیا از ایمانه، ایمان در بهشته. فوش از بیشخصیتی است، و انسانی که اهل فوش است و بدزبان است، این بدزبانی در جهنم است. زهرا یه شخصیت است که جامعه را میخواهد اینجوری تربیت بشه. برای چی پیغمبر میفرماید اگر کسی به زهرا درست بفرستد گناهانش آمرزیده میشود، به من ملحق میشود هر جایی بهشت باشم؟ آقایان بالاتر از این نمیشه. پیغمبر میفرماید هر که زهرا از او راضی باشه، این را دقت کنید، جمله بسیار قوی و عمیق است، هر که زهرا از او راضی باشه من از او راضی هستم، هر که من از او راضی باشم خدا از او راضی است. اگر کسی خدا از او راضی باشه اهل بهشت نیست؟
بیاییم زهرا رو بشناسیم. من وقت عزیزان نگیرم دیگه، این جمعه جمعه است که در روزهای آخر عمر بی بی هستیم. اجازه بدین من دعای بی بی را در لحظات آخر عمرشان در این لحظه بخوانم، انشالله این دعا در حق همه من مستجاب بشود. خیلی جا داره از همه عزیزانی که نسبت به بی بی مجلله و مظلومه و مقهوره و مستحده اظهار ارادت و اخلاص میکنن قدردانی بکنم، از عزیزانی که گزارش میکنن سخنرانی ها و مطالب مردمی مربوطی به بی بی را، یه دعای از بی بی تاریخ نقل کرده، اجازه بدین بخوانم. دعا ها اند وفات ها، دعای حضرت در هنگام وفاتشان، در هنگام مردنشان این گونه دعا کرد: اللهم اینی اسألک بمحمد المصطفى. فرمود خدایا از تو میخواهم به حق پیامبر، اینجاش دقت کنین، و شوقه الی، و شوقی که پیغمبر به من داشت. خیلی پیغمبر به زهرا علاقه داشت. همه تاریخ نویسا نوشتن وقتی مسافرت میرفت آخرین کسی را که خداحافظی میکرد زهرا بود، وقتی بر میگشت اولین کسی را که میامد و زیارت میکرد احوالش میپرسید بی بی دو عالم فاطمه بود. فرمود خدا به حق پدرم و شوقی که پدر به من داشت. دیدین تاریخ خوندین، وقتی پیغمبر مریض بود بی بی را گفت بیا جلو. همسر رسول الله حضرت عایشه هم نقل میکنه، میگه زهرا رفت کنار صورت پیغمبر، یه مقدار پیغمبر با زهرا صحبت کرد، دیدم زهرا گریه میکنه، آمد با یه فاصله نشست شروع کرد به گریه کردن. پیغمبر دید زهرا میگریه، گریه زهرا برای پیغمبر سخت است، صدا زد فاطمه جان بیا جلو. دفعه دوم که رفت جلو باز با زهرا صحبت کرد، دیدن زهرا خوشحال شد. همسر پیغمبر و همسران پیغمبر سوال کردن ماجرا چیه، پیغمبر چی گفت؟ فرمود که الان نمیگم، این یک راز است که بابا به من گفته. بعد از رحلت پیغمبر فرمود، اون لحظه اول که رفتم بابام فرمود فاطمه جان من از این مرض خوب نمیشوم، از دنیا میروم. من خیلی گریه کردم، ناراحت شدم. پیغمبر بار دوم فرمود فاطمه جان اولین کسی که از خانواده به من ملحق میشود تو خواهی بود. فرمود خدایا به پدرم پیغمبر و شوقی که پیغمبر به من داشت. فرمود و به بال علی المرتضى، به شوهرم علی مرتضى، و حزن و ناله علی بر من و حزنی علی. وقتی حسنین آمدن گفتن بابا بیا خانه، شاید مادر ما زنده نبینی، تا آمد سه مرتبه به زمین افتاد. فرمود کلمینی کلمینی، فاطمه جان با من حرف بزن، با من حرف بزن، و انا ابن عمک علی، من پسر عمود علیم. بی بی لحظات جان دادن خدا را به علی و ناله های علی قسم میدهد و بالحسن المجتبا و بکایی علی، میگه خدایا به فرزندم حسن و گریه های حسن بر من، و بالحسین الشهید کآبته علی. چگونه ترجمه کنم؟ میگوید خدا به حسین و حسرت حسین بر مادر. میگن آمد دید مادر از دنیا رفته، جان به جان آفرین تسلیم کرده، صورتش گذاشت کف پای مادر، گفت مادر با حسین حرف بزن. قبل از اون که قلب حسین از کار بمانه، خدایا به این ناله ها، به ناله های زهرا، به ناله های حسن و حسین فرج امام زمان برسن. فرمود به بناتی و به بنات فاطمیات و حسرتهن علی، خدایا به دختران فاطمیم، خدایا به حسرت اونها، خدایا چی میخواهد زهرا از تو؟
خدایا رحم میکنی گناهکاران امت پدرم را. عجب مادر مهربان از لحظه جان دادنم برای امت پدرش را آمی کنه. میفرماید خدایا تو بهترین سؤال شونده ای و تو ارحم الراحمینی. خدایا این مادر مهربان، این مادر خلقت، این مادری که پیغمبر فرمود فاطمه مادر من است، چقدر مظلومه بود، شبانه 8 نفر تشییع جنازه کرده. یا فاطمه الزهرا، یا بنت محمد، یا قرة عین الرسول، یا سیدتنا و مولاتنا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الالله و قدمناک بین یدی حاجاتنا، یا وجیهتن دالله اشفعی لنا اندالله. خدایا به زهرا، به پدر زهرا، به شوهر زهرا، به بچه های زهرا، امنیت همه مسلمین، خدایا ملت افغانستان کامل تأمین بگردان، مشکلات همه مسلمین، دولت و ملت افغانستان برطرف بگردان، دشمنان مسلمین مخصوصا دشمن قسم خورده اسلام آمریکا، اسرائیل ذلیل و نابود و ریشکن بگردان، وحدت، برادری، خدایا صفا و صمیمیت بیش از پیش بین جوامع اسلامی حکم فرما بگردان. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا.